علی جمعه مفتی سابق مصر و عضو هیئت کبار علمای الازهر طی اظهاراتی به وجود سر مبارک امام حسین علیه السلام در مصر اشاره کرد. وی در اظهاراتی مدعی شد مورخان و سیره نویسان اتفاق نظر دارند که پیکر مطهر امام حسین علیه السلام در محل شهادتش در کربلا دفن شده، اما سر مبارک آن حضرت را شهر به شهر بردند تا اینکه در منطقه اسقلان در بندر فلسطین و نزدیک بندرهای مصر و بیت المقدس استقرار یافت. وی در صفحه فیسبوک خود با استناد از المقریزی نوشت سر مبارک امام حسین علیه السلام 8 جمادی الثانی سال 548 هجری قمری از اسقلان به قاهره منتقل شد و یک سال در کاخ زمرد دفن شد تا اینکه در سال 549 هجری قمری مرقدی برای دفن آن ساخته شد. او که همچنان عضو الازهر است با استناد به منابع اهل سنت گفت اجماع بر این است که سر مطهر از اسقلان به قاهره رسیده و آن را به سرداب کاخ زمرد آورده و پس از آن در مرقد کنونی در قاهره دفن کردند. صوفیان مصر نیز با تکیه بر این اجماع ورود رأس مطهر امام حسین علیه السلام به این کشور را جشن می‌گیرند. این در حالی است که بر اساس منابع تاریخی شیعیان سر مبارک سید الشهدا علیه السلام در کنار پیکر مبارک آن حضرت در شهر مقدس کربلا دفن شده است.